درود بر شما کشیش رامین عزیز، خدا خوشحالیم رو که شکر امشب این افتخار رو داریم در خدمت شما باشیم. با اجازتون من کامنت ها رو ببندم تا شروع کنیم صحبت هامون رو. خوشحال میشم. خیلی خوش آمدیم. امشب کشیش دکتر رامین چنگیزی از آمریکا با ما هستن. خیلی ازتون ممنونم با این اختلاف ساعت زیادی که داریم، دعوت ما رو قبول کردیم و امشب بتونیم از شما برکت بگیریم. خدا برکتتون بده. منم خیلی خوشحال هستم برای این موقعیتی که خداوند فراهم کرده با هم بتونیم از کارهای عظیم خدا صحبت کنیم و ممنونم از لطفتون. آمین. خواهش میکنم. اجازه دارم شما رو برادر رامین خطاب کنم. خواهش میکنم. برادر عزیز، میخوام ازتون خواهش کنم که برای بیننده های ما و ما بیشتر خودتون رو معرفی کنین، اگر دوست دارین از خانوادتون، از خدمتاتون برای ما بگین. بله، خدا رو شکر. اسم رامین چنگیزی هست. از سال 82 در مورد عیسی مسیح تو ایران شنیدم و الان تقریبا داریم میشه 40 سال که مسیح رو میشناسم. خدا رو شکر، خیلی خوشحال هستم از اینکه توی همه این سالها واقعا با شادی دیدم خداوند اون زنده هست، عیسی مسیح چطور زندگی رو تبدیل میکنه، شفا میده، معجزه میکنه، و برای همین تصمیم گرفتم که او رو خدمت کنم با تمام دلم. خدا رو شکر همسرم بلژیک هست و ما در امریکا بودیم تا 2.5 سال پیش و الان 2.5 سالی که برای خدمت ما به آلمان اومدیم. البته الان پیش بچه هامون هستیم برای کریسمس و سال نو اومدیم اینجا، ولی کلن آلمان خدمت میکنیم و در اونجا مشغول هستیم در جاهای مختلفی که میریم، یا حالا یونان یا جایی که آسیای میانه میتونیم بریم برای خدمت. اونجا کلیساها رو کمک میکنیم برای تجهیز مقدسین و درس دادن به خادمین تا بتونن کلیساهای مثلا فارسی زبان و افغان زبانی که افغان ها با ما هستن میتونن، از سمت و تاجیک ها کسایی که فارسی صحبت میکنن میتونیم کلیساهایی کمک میکنیم. خدا رو شکر برای وجودتون، ممنونم. منم با شما در سمیناری آشنا شدم در هامبورگ که در مورد پاسخی از کلام خدا برای مسئله درد و رنج بود. بعد از این دوران کرونا واقعا برکت گرفتم. و یه چیز دیگه که اونجا خیلی برای من جالب بود این بود که شما به صورت بندری پرستش کردید و این سب برای من نفهم کنم برای خیلی دیگه جدید بود. میدونم که امشب این امکان رو ندارین که ما رو برکت بدین از طریق پرستش، ولی امیدوارم که به زودی برگشتیم هامبورگ در کلیسامون در خدمتتون باشیم و هم از پرستش های شما برکت بگیریم و هم از تعالیم عالیتون. برادر رامین عزیز، میخوام ازتون سوال کنم که چه زمانی و چطور به عیسی مسیح ایمان آوردیم؟ بله، همونطور که خدمتون گفتم، اگه یکم برگردم عقب‌تر، قبل از انقلاب ما تصمیم گرفتیم با خانواده، پدر مادر منو، همه از ایران مهاجرت کنیم و به امریکا رفتیم. و در اونجا که بودیم، به طور عجیب 6 ماه قبل از انقلاب بود که همه این خارجیایی که اونجا بودن مثل که اطلاع داشتن. پدر منم چند تا خونهش دست این خارجی ها کرایه بود و به ما اطلاع دادن که خونه هاتون رو مستاجرا رفتن. و ما که تو امریکا بودیم، پدرم گفت مجبوریم برگردیم که ببینیم خونه ها رو به کسی دیگه اجاره بدیم نه. ولی خیلی جالب بود، 6 ماه قبل از انقلاب من رفتم و میگفتم خب چیکار کنیم، بچه ها رو ببریم با خودمون نبریم؟ و گفتن خب ما میایم رامین رو میذاریم پیش پسرموی من تا بریم برگرد. و من یادم نمیاد رفتم تگزاس خونه این پسرمون، در خونه شو که باز کرد دیدیم عکس خمینی چسبیده است به پوسترش به دیوارش. هنوز 6 ماه قبل از انقلاب بود و من خیلی تعجب گفتیم این کی هست اینا. گفتش که این امام خمینی میاد 6 ماه دیگه میاد ایران. و ما خیلی تعجب کردیم زمان شاه اینا. و گفت حالا میبینید. و منه که قبول بذارم پیش ایشون، گفت من خودم دارم برمیگردم ایران، دوست دارم بیام برای اسلام خدمت کنم و اینا. ایشون خودش گفت اسمم هم عوض کردم، یه اسم اسلامی گذاشتم. توی امریکا درس میکنم، از این دانشجوهایی بود که اونجا بود. و ما خیلی با تعجب، و چون کسی نبود که من بمونم پیشش، پس من ناچار به مادر پدرم به ایران برگشتم. و
و همونطور هم شد، 6 ماه بعد انقلاب شد و دیگه من چون که پاسپورتمو برای تحصیلی گرفتم توی امریکا نتونستم برگردم اون موقع دوباره به امریکا، و ولی پدر مادرم پاسپورتشون چون که 4 سال ویزا داشت دوباره برگشتن چون خواهرم اونجا بود، و من تنها توی زمان انقلاب در ایران با یکی از فامیلایم که خیلی دوست داشت در این به قول معروف برنامه‌های انقلابی شرکت کنه، من هم با خودش می‌برد در تمام این برنامه‌هایی که برای نمی‌دونم نماز جمعه مسجد نمی‌دونم 24 تا نوار شیخ عبدالباسط رو گرفته بودیم که قرآن رو حفظ می‌کردم و تمامی که، و یک هیجان جوانی تو اون جوانی خیلی دوست داشتم خدا رو پیدا کنم. ما یادم نمیره که حتی نماز که میخونیم نصف شب بلند میشدم، نماز شب رو که واجبم نبود بلند میشدم نصف شب میخوندم و هر کاری میکردم که آیات بیشتری رو حفظ کنم که توی نماز بتونم اونا رو قرائت کنم، و میخواستم به هر نحوی، یادم میرفتید عاشورا بود، انقدر من محکم سینه میزدم که کبود میشد، فکر میکردم چقدر امام حسین خوشحال میشه مثلا ما داریم زجر میکشیم به خاطر اون، و سعی من این بود که خدا رو با تمام وجودم در هم سن جوانی راضی کنم. ولی یه اتفاق در به موازات اون داشت اتفاق میافتاد که هر چی من بیشتر سعی میکردم به خدا نزدیک بشم، کمتر احساس میکردم که الان روحانی تر شدم یا به قول معروف خدا رو دارم بازی میکنم، و در درون خودم یه جنگی بود. هر چقدر بیشتر قرآن رو میخوندم بیشتر احساس میکردم هیچی نمیفهمم، هر چقدر آیه حفظ میکردم، و یادم یک بار وسط نماز بود که داشتم نماز میخوندم و همونطور که ما گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، منو به راه راست هدایت کن، رفتم پایین اومدم بالا و یک لحظه پیش خودم فکر کنم من الان دارم به یه زبون دیگه که زبون خودم نیست و دارم به عربی خدا رو پرستش میکنم، و این خدا مگه عربی نمیتونه زبون منو بفهمه که من باید واجبا زبون عربی رو دعا کنم، و همونطور مثل که یه پرده از جلو چشمان من برداشته شد و گفتم که این همه من سعی کردم، تو میگه اگه ما یک قدم به سمت تو میای هزار قدم تو به سمت ما، ولی من هیچ احساس نمیکنم به سمت من میای. پس در همون وسط نماز من خدا رو ترک کردم دیگه، و بعد چون که جوان بودم با دوستای دیگه هم که همه گفتم آقا تو بیکاری رفتی به این فعالیت های اسلام، بیا با ما پارسی کنی، بیا با هم خوش بگذرونیم، من هم شما شروع کردیم به خوش گذرونی و تمام مثل همه جوانهای دیگه به پارتی، مشروب، حشیش، سیگار، و در این چیزها فکر میکردم شاد شاد باشم. خیلی هم موقع جوک میگفتم توی همه این برنامه ها و همه میگفتن عجب آدم شادی هستید، ولی در درون خودم بسیار غمگین و افسرده بودم و دائما دنبال شادی حقیقی و معنا و مفهوم زندگی میگشتم. و همونطور که میدونید ما از خوزستان هستیم، همینطور گفتیم بندری خیلی دوست داریم، برای همین سرودهای بندری میسازیم. گفتم خیلی اوقات ما وقتی که ایمان آوردیم من دیدم خیلی از سرودهایی هست که ترجمه شده از فرهنگ غربی، و دعا میکردم که خدای از سرودهایی بده که از فرهنگ خودمون ایرانی و مخصوصا سنتی و محلی باشه که اون با قلب و رگ و ریشه ما بیشتر کار داره. پس برای همین خداوند لطف کرد و سرودهایی داد، سرودهای زیادی، شاید 60-70 تا سرود و شعر و به قول معروف چیزهای مختلف نوشتم. ولی در همون موقع جنگ شد سال 1980 و ما اوائل جنگ بودیم، ولی بعد که هرچون نزدیکتر اومدن عراقی ها و ما مجبور شدیم شهرمون رو ترک کنیم و من به تهران رفتم. در همون اوضاع که همه ما دوستایی که با هم بودیم پارتی میکردیم پخش شد و بیم، بعد از دو سال که یکم جنگ آرومتر شد ما برگشتیم به شهرهای خودمون، یکی از دوستای من که همیشه تو پارتی گیتار میزد و سرود آهنگ میخوند، این وقتی گفتیم دوباره جمع شید پارتی کنیم، این گفتن این دیگه نمیخونه. گفتیم چرا نمیخونه؟ اینا گفتن این مسیحی شده و فقط سرود میخونه. منم منتظر یه فرصتی بودم که با این صحبت کنم، گفتم ما خودمون دین آخر رو داشتیم که اصلا ما هیچ کاری نکرد، این یه دینم رفته عقب‌تر. و یه روز که داشت از تو کوچه ما همسایه ما بود رد میشد، همیشه هم یه انجیل کوچیک قرمز تو جیبش بود، من صداش کردم گفتم میشه یه دقیقه تشریف ببری، گفتم میشه این کتابتو ببینم نه، و گفت آره. همینطور که باز کردم یادم نمیاد یک جمله اولی که دیدم که خیلی برام عجیب بود، نوشته بود عیسی مسیح خداوند، و من اگه هر جمله دیگه میخوندم مشکلی نداشتم، مثلا رو عیسی پیغمبر خوبیه، عیسی شفا دهنده، اینا مشکلی نبود. ولی وقتی این جمله خوندم است که یک بوکس محکمی خورد تو صورتم که
و سعی کردم یه جور دیگه اینو بخونم. عیسی مسیح خداوند، عیسی مسیح خداوند، عیسی مسیح خداوند، هر جوری میکردیم عیسی خداوند بود. و خیلی برای من گفتم شما باور میکنه عیسی خداست؟ و این شخص شروع کرد توضیح دادن. ما 6 ساعت و 40 دقیقه صحبت کردیم، یادم نمیره اون روز. و بعد برای اولین بار بود، همونطور که مسیح میگه هر کس که واقعا خواهان راستی باشه کلام من رو میشنوه، برای اولین بار رو احساس کردم که دارم یک کلامی رو میشنوم که تمام وجود من رو لمس میکنه و کلامی هست که در درون قلبم احساس کردم که این حقیقت هست. قبلا هر چقدر من قرآن رو میخوندم همیشه گیج میشدم، مثلا میگو الف لام میم، مثلا این از به قول معروف این چیزیه که یه کشف باید بشه، یا ولعصر قسم به عصر، یا هر چیزی میخونه میگفتن اینا از رموز قرآن هستن و هنوز ما به جایی نرسیدیم به اینا بفهمیم. ولی در کلامی که او داشت میگفت از انجیل بسیار ساده عشق و بیشترین قسمتی که واقعا قلب منو لمس کرد اون که دشمن خود رو محبت. گفتن این یه چیز انسانی نیست، همیشه چشم به عوض چشم بوده، دندان به عوض دندان. این واقعا فقط خدا میتونه یک کاری بکنه در انسان که بتونه آدم دشمن میشه دوست داشته باشه. این یک چیز زمینی نیست. برای همین واقعا این قسمت کلام مسیح تو متی و موزی سرکوش که داشتم انجیل رو گرفتم از اون، توی سه روز همه انجیل رو خوندم تموم کردم و برام خیلی عجیب بود که چقدر این کلام متفاوت هست. مثل انسان ها با دید انسانی با مشکلات برخورد نمی کنه، بلکه با عشق و محبت الهی میخواد تغییر و تبدیل ایجاد کنه. و بعد از 3 روز که انجیل رو خوندم، یادم نمیاد شب سوم یک شکی اومد در من که نکنه من دارم اشتباه میکنم، کافر هستم. و یه قرآنی داشتیم، ما مال 200 سال قبل بود، از پدر بزرگم، مال خانواده مادری من، همه معمم بودن، آیت الله بودن اینا، و این قرآن رو داده بودن به مادر من که بزرگترین فرزند خانواده بود. و این قرآن داشت، من تو اتاقم بود، اینو گفتم بذار یه استخاره کنم دوباره قرآن رو پاس کنم ببینم چی میگه. و یادم نمیره یه آیه اومد که ای کافران، ای فلان فلان شده، ما شما رو به عذاب این میندازیم. و من یه دفعه گفتم که بابا این که همش تهدیده، اگر همش باید با تهدید شما رو میزنیم نه و لورده میکنیم میفرستیم جهنم، نه همجه میسوزونیم نه. گفتم من خدایی رو که میخوام باید خدای عشق و محبت باشه، نه اینکه با تهدید از اینکه از عذاب جهنم من بخوام دنبال خدا برم، بلکه از عشق اون باید دنبالش. و بعد به قلبم که نگاه کردم گفتم واقعا این پیام انجیل هست به دل من میشینه و اون پیامی هست که واقعا زندگی منو تحت محبت مسیح قرار داده و اونو واقعا میتونم با تمام وجودم حس کنم. پس یه خواب دیدم، اون شب دیدم که من بغل یه کوهی هستم و دارم با تمام وجودم از این کوه میخوام برم بالا، یه سقوط میکردم. گفتم در نام حضرت محمد میرم میخوردم، در نام حضرت علی میرم میخوردم. حتی اون موقع که اول انقلاب بود در نام خسرو گل سرخی مال کمونیستا بود، چپی ها بود خوردم، زن در نام مسعود رجبی مال مجاهدین بود خوردم زمین. توی خوابم هر اسمی رو از هر فرقه بود امتحان میکردم که شاید بتونم به این گله برسم. وقتی که نتونستم، هر اسمی رو امتحان کردم، خسته پایین کوه افتاده بودم، دیدم از آسمان یه صدای اومد گفت اسم عیسی مسیح رو صدا کن. و گفتم در نام عیسی مسیح من میرم بالا. و اینقدر رفتم بالا که دیگه رسیدم به زیر یک صخره ای که دیگه نمیتونستی جلو بری. بعد برگشتم عقب رو نگاه کنم پایین، اینقدر بالا بودم که از ترس و وحشت اینکه حالا نیفتم بالا، گفتم عجب گیر کردم این زیر گیر کردم، نمیتونم برگردم، نمیتونم برم جلو. پس پرسیدم، گفتم خداوند راه چیه به من نشون بده. و دیدم عیسی مسیح از کنار من با دست اشاره کرد گفت راه اونه. من دیدم یک شکاف در کوه هست، ولی چون که شکاف بسیار تنگ بود من دوباره از مسیح پرسیدم کجاست، گفتین راه؟ بعد به من هیچی نگفتی. دوباره پرسیدم، بعد پیش خودم گفتم اون که به من گفت چرا من دوباره میپرسم ازش؟ خب خودش گفت این راهه. و خیلی سخت بود که من با بدن خودم کج میکردم از این شکاف به هزار سختی. وقتی از اون عبور کردم یه دفعه دیدم وسط بهشت هستم و از خواب بیدار شدم. و یادم انجیل که برداشتم دیدم تو متن نوشته که راهی که وسیع و فراخ است
به ممات و نابودی میره و راهی که بسیار تنگ است به حیات میانجامد و قشنگ برای من جا افتاد بعد از اون خواب که راه مسیح راه تنگی است ولی عاقبت اون راه حیات و پیروزی است. پس به اون دوستم که همون که گفتم قبلا تو پارتی اون میخوندا بهش گفتم من این زور خوندم جالب اینا و گفت اگه میخوای میتونی بیای به کلیسا با من یه جلسه ای هست میتونی. گفتم نه اینا گفت نه بیا جلسه حالا توی هفته دعاست ولی بیا با هم بریم. پس من هم خیلی درستان کردم دعاس بشیدم اینا گفتم بریم کلیسا. ما تو اهواز بودیم و یادم نمیره این جایی که این منو برد جایی هست که دیگه اصلا یه محله بود که حتی آسفالت هم نداشت هیچی و اون لباسی که من پوشیده بودم خیلی مردم عربای اونجا تو محله عربو بود و اصلا میگم گاو بود اینجا تو خیابون همه چیز اصلا من تعجب کردم که این کجا ما رو برده این گفت میریم کلیسا و بعد خیلی هم خودم معذب بودم که اینجوری ما اومدیم توی این محله و گفتم کلیسا کجاست؟ گفت کلیسا ساختمون نیست کلیسا جمعیت ایماندارا هست و رفت دیدم یه خونه کوچولویی یه تانهاسی بود بقول من یه خونه خیلی کوچیکی بود در رو زد و یک پسری که اومد در رو باز کرد از صورت او عشق و محبت رو شما حس میکرد و من تو تمام عمرم چنین حسی نداشتم که شما محبت حقیقی رو نمیتونی پنهانش کنی نمیتونی اونو به قول معروف بخوای بهش تظاهر کنی و این شخص با تمام وجود ما رو بغل کرد خوش اومدید و من همون لحظه گفتم یه محبت نیست. وقتی اونجا پنج نفر بودن توی اون خونه دو تا اتاق داشت توی این اتاق نشسته بودن پنج نفر دعا میکرد. من وقتی با همین آشنای خودمون بودیم در سپاه پاسداران میرفتیم تمام جلساتی که نمازهای جمعه بود یا برنامه‌های خیلی بزرگ با 5000 نفر ما نماز خونده بودیم من هیچ موقع حضور خدا رو حس نکردم. با این 5 نفر که اینا دعا میکردن بدن من از حضور خدا شروع کرد به لرزیدن و من واقعا برای اولین بار حضور خدا رو حس کردم. بعد وقتی که برگشتیم به من گفت اگه میخوای این هفته در ایران جمعه ها کلیسا برنامه بود چون روز تعطیلی بود گفت این جمعه یک کشیشی از تهران میاد اگه دوست داری میتونی با هم بیاییم و گفت خوب میشه. من گفتم اوکی اومدیم و اون روز روزی بود که اسقف های کوسپیان از تهران اومده بود برای ما و یادم نمیره که یک گیتاری گرفت گفت من میخوام براتون یه سرود بخونم و شما اگه میشه چشاتون رو ببندید و به کلمات این سرود تعامل کنید. وقتی شروع کرد سرودی بود که میگه که از این دنیای مغموم و فانی فریاد کنم به سوی سما. ایشون که شروع کرد به خوندن تمام گناهان من از وقتی که بچه بودم 5-6 سالگی مثل یه فیلم از جلوی چشم بعد تو بندگردان میگه قلبم شکسته پر درد و دقیقا مثل خود من بودم که این با این درد و غم میخواستم خدای بر من ترحم فرما رحم کن من نجات بده و پیش خودم فکر کردم من چقدر آدم گناهکاری هستم شاید 5-6 سالگی شما به این چه گناهی میدیدید. یادم خواب دیده بودم که مادرم به بچه همسرمون شکلات های من داده بود تو خواب و بلند شدم با خشم حسادت و خدا از همون کوچیکی شروع کرد و همینطور بالا و جلوتر رفت ولی برای اول انقدر از خودم منزجر شدم که چقدر من در حضور این خدای قدوس گناهکار هستم و گفتم خوب از اینجا بلند شدم در رفت نمیتونستم بمونم و برای اولین بار بود صدای خدا رو تو قلبم شنیدم و گفت تمام این چیزی که از جلوی چشمان تو گذشت من با خون خودم پاک کردم و شستم و دیگه گناهان تو رو بیاد میدم. برای یک لحظه احساس کردم رو زمین نیستم اون احساس میکردم که تو هوا هستم و یک تجربه بسیار عجیبی بود که آدم بتونه آمرزش گناهان رو بچشه چون که ممکنه بعضی ها بیان بگن آقا متقی باش پرهیزگار باش 100 دفعه این سوره رو حفظ کن 400 دفعه نمیم این کار رو کن نماز روزه نمیم برو این ولی اون احساسی رو که توی چیزی که خدا تو رو آزاد میکنه و اون آمرزش رو که من حس کردم واقعا یک تحولی بود در وجود من که وقتی برگشتیم دیگه نمیتونستم نگه دارم. شب که برگشتیم و خیلی جالب بود در خونه رو که باز کردیم
اتاق من اتاق اول بود. در که باز کردم یه تلویزیون فینگر تاچ از اینه که میزنی روشن میشه زدم میدهدم عیسی مسیح روی صحنه تلویزیون داره میگه که تمامی قدرت در آسمان زمین به من داده شده است. حالا فکر کنین تمام عمرت توی جمهوری اسلامی موقع فقط دوتا زمانی که من میگم 82 دو تا کانال بیشتر نبود، کانال یک و دو، و این تلویزیون که من رو شکم عیسی مسیح رو صحنه بگه تمام قدرت در آسمان. و بعد من فهمیدم اون یک برنامه بود اون موقع انسان و جنگ بشه، گفتن که اون مجری میگفت تمام کسایی که اومدن بر روی زمین حکومت کنن با جنگ و خونریزی بود، تنها کسی که تونست قلب‌های انسان‌ها رو تسخیر کنه عیسی مسیح بود که با عشق و محبت این کار کرد. و این تو تلویزیون جمهوری اسلامی داشت اینا میگفت، برای من خیلی جالب بود که در همون لحظه که شما این مام می تو خونن همون لحظه تلویزیون روشن می‌کنه چون. پس من یه راست رفتم توی آشپزخونه سراغ مادرم، به او گفتم مامان مادرم به خاطر جنگ که اونجا بمبارون میشه اینا، مادرم بدترین نوع افسردگی رو گرفته بود، روزی 30 تا قرص میخورد، روزی 15 تا آمپول بهش میزدن، هر یه هفته درمون شوک الکتریکی بهش میدن به خاطر بدترین نوع دیپرشن یا افسردگی. و گفتم عیسی مسیح میتونه تو رو شفا بده. صرفا گفت چی شد؟ مادر من خب سیده هست. پس خیلی جا خورد و گفت چرا کافر شدی این حرف رو چه اینا. و پدرم هم قهرمان بوکس بود، 2 متر قد، خیلی هیکلدار اینا. و گفت وقتی اومد مادرم به پدرم گفت پسر رفته کافر شده، رفته مسیحی شده. پدرم فقط یه نگاه کرد، چون قبلش من خیلی اسلامی بودم یا کارهای دیگه میکردم همش، نه ببینم الان جوونه دیگه 16 سالش حالا چی میفهمه، رفته حالا یه روز مسلمونه یه روز مسیحیه یه روز، و اهمیت نداره. تا آخر اون هفته ما رفتیم همه فامیلا جمع میشدن با هم، اونجا هم ایران مود بود، مثلا میگفتیم آقای دکتر هرچی بگه همه به اون گوش میکردن، یه آقای مهندسی بود داشت صحبت میکرد، من از کجا این شروع کرد گفت این مسیحی ها دیوانن، میگن خدا زن داره بچه داره پسر داره اینا. و من اون ته سالن که نشسته بودم یک آتیش توی قلبم که گفتم ببخشید، همه برگشتن سورج نگید سمت من چی میگید، گفتم مسیحا اینجوری نمیگن، شما اگه خود سوره مریم رو تو قرآن خونده باشی که میگه مریم باکره بود، اینا میگن از لحاظ روحانی عیسی پسر خداست نه از لحاظ جسمانی. یه دفعه اون گفت شما رو که شستشوی مغزی دارم، پدرم باید یک مش گذاشت در من دنگین من شکن و اینا، و گفت دفعه دیگه حرف زلی میکشم دیگه، این دفعه آخر باشه اینا. و همه فامیلا پریدن گرفتن جدا کردن ایشنا، و شب من موندم توی اون خونه، اونا گفتن نرا خونه و از خرابه. فردا که برگشتم خونه بابام سر کار بود، دیدم تمام انجیل منو پاره کرده و همه رو سوزونده انداخته دور، یه تیکه از انجیلی که پاره کرد بود یه تیکش کنده شده بود رفته زیر تخت ندید، یعنی همه انجیل رو انداخته بود، یه کاغذ کوچیکش بود. من اون کاغذ رو برداشتم دیدم نوشته که توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. گفتم همین یه تیکه، من دعا میکنم که پدرم توبه کنه و خداوند تو زندگی او بیاد. بریم جلوتر به 20 سال بعدش که پدر منم توبه کرد ایمان آورد. ولی میخوام بگم در همون شرایطی که بودیم چند تا اتفاق با هم افتاد. من خب گفتم تو مدرسه که میرفتیم من بیشتر به ورزش علاقه داشتم، چون از خوزستان که رفتیم به تهران من تو تیم پرسپولیس اول انتخاب شدم، بعد به تیم استقلال رفتم والیبال بازی میکردم، و بعد که برگشتیم مربی ما، چون که مربی تیم ملی بود، برگشتم خوزستان کاپیتان تیم خوزستان شدم و برای تیم ملی والیبال ایران انتخاب شدم جوانم. پس همیشه در ورزش و اینا خیلی، ولی ورزش هم نمیتونست یه چیزی نبود که بخواد منو از لحاظ روحانی لمس کنه. پس وقتی که ایمان آوردم اینا دیدن دیگه من با اینا خب کار شعاره اسلامی میدادی کار نماز باشه میخوند اینا، یواش یواش دیدن من نمیام اصلا با اینا شرکت کنم. پس دیگه اینا دیدن خب اونجا همیشه اینا یه شویه که تنش باشه ما اسلام رو تبلیغ کن اینا، مثلا همون جا میشه اول یه شعار بده، من نمیدادم، صدای منم بلند بود، میگفتن تو صدا قوی تر تو نمیخوام بگم، برای چی بگم مرگ بر این مرگ، بگو مرگ بر امریکا. گفتن اگه نشاط تو امریکا بودی میخوام بگو مرگ بر اسرائیل، میخوام من اصلا نمیخوام به کسی مرگ بفرستم، چرا من باید به مردم مرگ بفرستم. در صورت وقتی که یادم سال آخر دبیرستان بودیم یک پرسشنامه ای دادن که دین شما چیست، هیچ موقعی نمیدادن و من هم دادم مسیحی. و 3 روز بعد دیدم بعد از آموزش پرورش من توی مسابقات والیبال بودم، من دیدم
وقتی اومدم بعد اینا خواسته بودن منو بگیرن نبودم. بعد که برگشتم مدرسه مادم سلام کردم دیدم هیچکی به من دست نمیده، گفتن تو نجس هستی، گفتن که این نامتم که اومده تو رو بگیرن، گفتن نامتم حتی نجسه. اینا انداختن. وقتی که اومدن گفتم باید گفتن خودتو معرفی کنی وگرنه نمیتونی تو امتحانات نهایی شرکت کنی. پس من به کشیشمون گفتم که ببخشید من اینجوری شده، من دارم گفت بذار من باهات میام. وقتی رفتیم هر ناحیه‌ای که رفتیم صحبت می‌کردیم آقا اینجوری شده، من مسیح شدم، اینا اینو می‌خواستن، اونا می‌گفتن شما باید بریم به آموزش کل کشور و ما فقط نمی‌تونیم ناحیه این تصمیم بگیرن. و ما به چند جا رفتیم، همه جا شهادت زندگیمون می‌دادیم، بعد می‌رفتیم تا آخر، نهایتاً یه حاجی‌آقایی بود توی آموزش فرایش کل نشسته بود و گفت من اسم پدرت رو می‌دونم، اسم اسلامیه، مادرت هم که سید است، تو چجوری می‌ذاری تو مسیح اشتباه کردی؟ گفتم نه. گفت ببین اگر توبه کردی مسلمان شدی ما به دیپلم تو میدیم، اگر نه که دیگه هیچ. من گفتم حاج آقا من توبه کردم. نه. گفت آفرین توبه کردی. گفتم آره ولی توبه در نام عیسی مسیح، عیسی مسیح گناهان من شسته. بعد گفتش پس دیگه خبری از مدرک و اینا نیست. گفتم من فکر نمیکنم حاج آقا توی بهش از آدم مدرک بخواد. پس گفت حالا برو بعدا میبینیم. و هر روز این مامورا میومدن از امام جمعه عباس آیت الشفیع، دو نفر میومدن، اول با زبون خوش برادر شما جوان هستید اسلام کامل دینه، هی میومدن سوال. منم پیش خودم دعا میگم گفتم خدایا من اسلام رو میشناسم ولی مسیحیت رو خوب نمیشناسم، اگه نه چند تا سوال بکنم من آبرو نبرم، یه دفعه یه چیزی بلد نباشم. ولی خدا رو شهادت ما قوی ترین چیز هست که مسیح. و یادم آخرین باری که اینو اومدن سوال کنن دو تا سوال داشتن، گفتن امام جمعه گفته دو تا سوال هست، گفتن یک، اول شما بگو آقا شما حضرت محمد رو قبول داری یا نه و آیا قرآن رو قبول داری یا نه، این دوتا رو به ما جواب بده، یا بله یا نه، فقط همین، یا بله یا نه. من گفتم که منم از شما دو تا سوال دارم. اینا گفتن چیه اینا؟ گفتم به من بگید خدا دین رو برای انسان آفرید یا انسان رو برای دین. اینا گفتن این چه سوالیه ما نمیفهمیم. گفتم اول کدوم بود، اول خدا دین رو ایجاد کرد بعد انسان رو آفرید، یا اول خدا انسان رو آفرید بعد دین اومد؟ اینا خب گفتم مسلما اول انسان بوده بعد دین اومد. گفتم پس یعنی انسان مهمتر بوده از دین، که خدا اول اونو خلق کرده با خودش باشه. گفتم خب حالا چیه منظور چیه؟ گفتم شما حالا یه سوال دیگه، من والیبالیستم، شما دوست دارید کتاب در مورد والیبال بخونید یا والیبال بازی کنید؟ گفت آقا ما سوالم رو گفتم شما اینو جواب بده بعد من جواب میدم. گفت آدم که کتاب ورزشی به درد نمیخوره باید ورزش بکنه. گفتم آفرین، من منظورم دقیقا همینه. گفتم شما که این سوال کردی اول دین مهم نیست، اول خدا مهمه و من الان خدا رو شناختم، و دوم من میخوام با خود او ارتباط داشته باشم، من به همه احترام میذارم. گفتم ولی اگه شما یک شخصی به شما یه هدیه داد شما که نمیرید یک کسی دیگه تشکر کنید. گفتم عیسی مسیح منو نجات داده، اگر محمد بود من میرفتم از ایشون تشکر میکنم، ولی عیسی مسیح گناه منو بخشیده، زندگی منو عوض کرده، پس من نزد او میرم. و بعد دربار گفتن نه اصلا کتاب شما تحریف شده دست خورده. گفتن خب شما اینو میگید، شما چه دلیل داری کتاب شما تحریف نشده؟ گفت چون که خود خدا توش نوشته که کسی نمیتونه اون تحریف کنه. گفتم خب توی انجیل هم نوشته این کلام، کلامی که ما چند تا مگه خدا داریم؟ اگه خدایی که شما میگید خدایی هست که قادر کلام رو حفظ کنه، پس چطور نمیتونه انجیل رو حفظ کنه؟ و اینا گفتم ما میریم بعدا دوباره بیایم. و هر دفعه اینا میرفتم میمونم، ولی خدا رو شکر خدا حکمت میداد، قوت میداد. و به طور عجیبی میگم توی این چند سالی که ما توی ایران اونجا 5 سال من ایمان داشتم، آخر سر اومدن کلیسا رو بستن و کشیش ما رو بردن زندان و برای ما پرونده ساختن، منم ریختن تو اون خونه که بودیم. یادمه این ماسکای ارتشی انداخته بودن اینا که دیگه اینجا خونه تیمی بوده و ما رو دستگیر کردن. ما اونوسن و ما سریع این چیزا رو بیرون بردیم و با هم صحبت کردیم که دیگه اینجا جایی نیست که ما بتونیم بمونیم و بعد از جا بریم. تو این منوالم من خونه نمیتونستم باشم چون پدرم یکی دو بار من دوباره انجیل گرفتم اومد تو خونه و دید و شروع کرد به زدن منام و من هیچ موقع میستادم فقط کتک میکردم و ایشون هم خیلی قهرمان بوکس بود دو متر و میزد، منم همینجور استاده بودم. و جالب اینجاست فرسون ماست، من قبل از اون چون که پدرم خیلی مادرم رو اذیت میکرد و اونو میزدش، اینا همیشه یک
نفرتی در وجودم بود که من انقدر ورزش میکنم قوی بشم که از پدر خودم قوی تر باشم تا یه روز اونو بکشم. و درست در وقتی که من قوی شده بودم تو تیم ملی بودم، حالا همون موقع خداوند قلب من عوض کرد که باید پدرش رو محبت کنیم. و اون دفعه که داشت من میزد، یادم من اول بابی دست رو گرفتم و این گفت دست منو میگیری دوی رفت رو آشه اصلا یک چاقوی بزرگ بگر که من با چاقو بزنم. مادرم جیغ رامین برو بیرو الان میکشدت بابات نمیفهمید برو بیرو. من فرار کردم از خونه رفتم 100 متر 200 متر نرفته بودم قلقلوس با قلبم سوار کرد بعد میگردی میری دستشو میبوسی بهش محبت نشون. من گفتم من نمیخوام خدا ببرم اون نیزنم. خدا هم گفت باید بری. و یادم نمیره وقتی برگشتم چاقو در دست پدرم در راه رو بود. اصلا تعجب کردم من میخوام چیکار کنم. من گفتم دست رو یه فهم بوستم گفتم من تو رو دوست دارم، عیسی مسیح تو رو دوست داره. و به همین نه خدا اینقدر توی چند سال کار کرد. ولی تا وقتی من ایران بودم هیچ کدوم از اینا ایمان نیاورده بودن. و یادم من وقتی به پاکستان رفتم، از ایران قاچاقی رفتیم به پاکستان، من اونجا که بودم یک کشیش موزه میکرد گفت هر خواسته ای از خدا دارید بطلبید و توی انجیلتون بنویسید تاریخ بزنید و منتظر جواب باشید. و من گفتم خدای من تنها خواستم اینه که خانواده من ایمان بیارن. و یادم نمیره بعد از اون بود که دیدم مادرم زنگ زد. و جالب اینجا بتونیم بگم خیلی این نکته مهمه که مادر من وقتی که میخواست بیاد منو پاکستان ببینه، ایشون میره توی صف ویزا برای سفارت پاکستان، یه خانومی پشت ایشون بوده. حالا صف 1000 نفر فکر کنید حساب احتمالات چجوری میتونه باشه که شما برید توی یه روز و توی صف چند هزار نفر یه نفر پشت شما باشه. و خانم به ایشون میگه که شما برای چی میخواین بریم پاکستان؟ مادرم میگه من میخوام پسرامو ببینم. این خانم هم میگه منم میخوام برم پسرامو ببینم. بعد میگه خانم میگه پسر من مسیحی شده. بعد به مادر میگه پسر من مسیحی شده. بعد میگه آره. بعد میگه که کدوم شهر پسر؟ میگه کراچی. میگه پسر منم کراچیه. میگه پس بیا بعد از اینکه بریم ببینیم اگه به اون ویزا دادن با هم بریم. به موقع تلفن خونه بود، میتونستیم برید از اونجا تلفن. خب این دوتا ویزا گرفتن با هم دیگه اومدن تلفن خونه. مادر من اول اومد تو کیوسک به من گفت رامین اینجا یه خانمی هست مثل شماست. من زن چه شکلی شبیه منه؟ میگه یه خانمی مثل شماست، همون جوریه مثل شماست. منم نمیتونه صحبت کنه. گفتم چه؟ گفت همون چیزی که شما هست اونم هست. گفتم آها. و گفت یه پسری داره مثل تو اونم پاکستانی. گفتم خانم پسرش کجاست؟ گفت کراچی. منم کراچی بودم. گفتم اسم پسرش چیه؟ گفت منوچه. باورتون میشه منوچه همخونه من بود در پاکستان. فکر کنید این دوتا خدا این خانم فرستاد پشت سر مادر. و من به خانم و مادرم گفتم به این خانم صدا کن بیا تو کیوسک شما. وقتی اومد به من چه گفتم من چه اسم مادر چه؟ گفت اشرف. گفتم ازش بپرس شما خانم اسمتون اشرفه؟ و گفت شما اشرف؟ گفت بله. گفتم بیا با پسرتون صحبت کن. و اصلا به طور معجزه‌وار که خدا اینو فرستاد و این شخص مادر من برد کلیسا و اونجا برایشون دعا شد. مادر من شفا پیدا کرد. به خاطر شفای مادرم پدرم هم ایمان آورد. و خداوند به طور معجزه آسایی گفت. یادم نمیره که من توی بعدش توی نپال بودم تو توریست کمپ به من صدا کردن گفتم یه نفر تلفن کار بده. گوشی رو که من گرفتم گفت شاد شادم رب مرا کرده ز غم آزاد. گفتم این چیه؟ مادرم میخوند. بعد گفتش من هستم ژیلا مادر اینا. گفتم مامان خوبی؟ گفت عیسی مسیح منو از افسردگی از غم همش آزاد کرد شفام داد. و به طور معجزه آسای خود خودم هم اونجا تو کتابم نوشتم این تاریخ دعا بود برای خانواده و این جواب دعا بود. حالا داستانا حالا من خواستم بسپارم زیاد صحبت کردم. گفتم اگه شما سوالی دارید یا هر چیزی خوشحال میشم. خیلی عالی بود. من که واقعا لذت میبرم از اینکه شهادت ایمان هر کسی رو میشنویم تو این برنامه و واقعا انقدر منحصر به فرد هست خدایی که تک تک ما رو اینطوری منحصر به فرد آفریده و چطوری انقدر منحصر به فرد با تک تک ما ملاقات میکنه همه متفاوت. واقعا لذت بردم. یادم که با هم صحبت میکردیم گفتیم که یه بار 3 روز طول کشید شهادت زندگیتون رو بدید و فکرم که کاش منم جز به گروه گوش میکردم و برکت میگرفتم. خدا رو شکر برای وجودتون. مرسی که انقدر فروتنانه و صادقانه همین زندگیتون رو با ما تقسیم کردید.
بعد آرامی عزیز، من فکر کنم که صدای ما میپیچه. اونجا بلندگوی دیگه شما داری؟ نه من بخوای صدای شما یکم کم کنم، چون اینجا یکم حالا صحبت کنیم ببینیم بهتره. من پیام دادم مثل اینکه صدای من میپیچه، فکر کنم الان خوب شده. حالا اگر که عزیزان به من بگن که خوبه، اوکی. از کسایی که برنامه ما رو میبینن، از ما خواستن از شما بپرسیم که شما دکترا دارین و حتما کشیش هستین و حتما الهیات خوندین، گفتن که خوندن الهیات چه تأثیری در زندگی شما داشته و چه پیشنهادی به افرادی میکنین که مشتاقن الهیات بخونن. مسلماً خود شاید بخوایم اگه یک مثالی بزنیم، آدم میتونه بره مدرسه آشپزی و تمام تکنیک‌های آشپزی رو یاد بگیره و آگاهی پیدا کنه که چه کار کنه، ولی تا وقتی خودش نخواد چیزی درست کنه هیچی درست نمیشه. و دانشگاه الهیات هم آدم رو روحانی‌تر نمی‌کنه. من یادم سال آخر دانشگاه بودیم، یه نفر از کسایی که با ما بود تازه ایمان آورد، یعنی 4 سال میومد دانشگاه تازه اون روز خدا لمسش کرد. ما بعضی‌ها میان تو دانشگاه الهیات اصلا از ایمان میافتن. پس میخوام منظورم اینه که روحانیت و مسیحیت یعنی با مسیح زنده رابطه داشتن، نه با یک سری شریعت و قانون و یک سری، حالا میگن بعضی ها میگن ما میریم بعضی موقع فقط میگن آقا آگوستین اینو گفت، نمیدونم به فرض من بارت اینو گفت، نمیدونم این شخص اینو گفت، همش میگن حرفای انسانهای دیگه رو بعد اعتقادات اونها رو با هم بررسی میکنیم. ولی کلن اگر مسیح گفت هر که را پسر زنده کند حقیقتا زنده میشه، پس ما اول احتیاج داریم با مسیح زنده در ارتباط باشیم تا اینکه بخوایم یه چیزایی در مورد اون بگیم. مسلماً کلام خدا میگه که ایمان شما بر پایه مسیح، بر مسیح و تعلیم رسولان بنا شده. پس هم ایمان ما به مسیح هم تعلیم، اینا دو تا بال هستن که برای پرواز هستن. کسی نمیتونه بگه من فقط خودم تجربه‌مو میام بگم در مورد مسیحیت، چون که تجربه ما محدود هست از خدای نامحدود. پس ما احتیاج داریم به یک تعلیم درست و صحیحی که اون نشون بده. به قول آلمانی ها یک مثالی دارن، میگن که اگر شما یک شخصی رفت تو ایستگاه قطار و قطار سر موقع نیومد و این شخص رفت پیش رئیس اون ایستگاه راهن گفت شما بی برنامه اید، گفت نه چطور ما بی‌برنامه، گفت بی‌برنامه دیگه قطارتون نیومد، گفت تو از کجا می‌دونی قطار نیومد، گفت چون که تو برنامه نوشته بودی ساعت این میاد نیومد، گفت پس برنامه داریم، اگه برنامه نداشتیم شما نمی‌فهمیدی قطار نیومده. حالا مسئله الهیات هم همین است، خوندن الهیات یک برنامه‌ای به ما میده که ما میتونیم تشخیص بدیم. میگن در امریکا اگه میخوان به شما دلار بدن که چه دلاری درست هست، دلارای قلابی رو به شما یاد نمیدن، بلکه دلاری که درست هست رو به شما تمام نکات رو میگن و شما هر قلابی که بگیرید میدونید که این قلابیه. در یاد گرفتن قلابی ها همیشه ادامه داره و قلابی های جدید میاد. پس شما دانش باید برای درستی و حقیقت یک چیز باشه. پس دانشگاه الهیات ما رو بر شناخت حقیقت و مسیح راهنمایی میکنه که هر تعلیم اشتباهی دیگه رو قبول نکنیم. ولی خب لزوماً این نیست که اگه کسی دانشگاه الهیات رفت حتما کسیه که علامه ده شده، ولی اون بیشتر روی رابطه شخصی با مسیح هست. ولی خوبه آدم دانشگاه بره که اولا اصول رو، چیزای صحیح رو، اون خط درست رو بدونی کجا هست، مرز کجا هست که از اون برتر نره. بسیار عالی، مرسی برای راهنماییتون. من خودم یکی از کسایی هم که خیلی دوست داشتم الهیات بخونم و شروع کردم به خوندن الهیات و واقعا هر کتابی رو که میخوندم اصلا انگار دوباره منو تکون میداد که چقدر چیزای متفاوتی هستش که من اصلا نشنیدم یا حتی بهش توجه نکرده بودم و همطوری که شما میگین انگار بهم یه چارچوبی میداد، یه برنامه‌ای میداد دقیقاً که الان باید تو این مسیر بری، الان تو به این. خیلی برام جالب بود که تو هر قسمت زندگی وقتی که الهیاتو بیشتر میخوندم، یعنی مراحل میرفت بالاتر یا کتابای دیگر رو میخوندم، میدیدم که یه چیز دیگه، انگار که یه پله میرفتم بالاتر. واقعا همینجوری که شما میگین زندگی کردن این الهیات که میخونیم خیلی مشکل‌تره تا اینی که ما اونو بخونیم فقط حفظ کنیم. در مکتب ممکنه چند سال
الهیات رو بخونیم، ولی چندین ده سال زیادتر بیشتر طول بکشه تا بتونیم یه قسمتیش رو زندگی کنیم. توی متی 13:44 مسیح یه مثالی زد از ملکوت و پادشاهی خدا برای درک اون حکمرانی خدا تو زندگی ما. خیلی جالب هست، میگه ملکوت آسمان مانند گنجی ماند که در زمین کشاورزی قایم شده. توی حالا فارسی ما اون زمین رو نمیشه زمین، ولی نگاه میکنید اون زمین فیل بشه، میگه زمین کشاورزی هست. توی این زمین همه آدم ها میرن کار میکنن هر روز، ولی برای کشاورزی شما 10 سال بیشتر نمیکنید یه دونه بکارید، ولی گنج هیچ موقع 10 سال نیست، گنج پایین تره. همه توی قسمت خدا توی این مزرعه‌ای که اسمش مذهب و دین و خدا هست همه دارن کار میکنن میکارن بودن، ولی اون چیزی که شما رو عمیق‌تر میکنه میتونه شما رو به گنج برسونه. به قول مولانا میگه همیشه اون دور یا اون مرواری روی آب نیست، اون تایه باید پایین برید. و برای همه ما برای درک واقعا الهیات و اون چیزی که ما رو به خدا نزدیک می‌کنه به یک رابطه عمیق‌تری احتیاج داریم. فقط به وسیله 4 تا قانون خم شو راست شو 2 تا حرف بزن به خدا آدم نمیرسه، بلکه باید واقعا با خود مسیح زنده ملاقات داشته باشه. آمین. مرسی برای این مثال. میدین برای خود من خیلی بیشتر تو ذهنم میاد چیزایی که دارین تعلیم میدین. و سوال بعدی که عزیزان خواستن ازتون بپرسین فهم کنم به همین قسمت هم ربط داره، پرسیدن که مسح خداوند چیه و چطور میتونیم اون رو دریافت کنیم. من کل مسح، اول خود کلمش یا anointing یا روغن مالی به معنی اینکه کسی رو روغن زدن، روغن مالی کردن. در زمان قدیم در عهد عتیق سه قشر بودن، یعنی سه شخص مختلف مس می‌شدن. یا پادشاه بود باید مس می‌شد، وقتی یک کسی می‌خواستن به پادشاهی انتخاب کنن اون رو روغن رو بر سر رو می‌ریختن، یا نبی بود یا کاهن، کسایی که کارهای روحانی می‌کردن. خب ولی مس یعنی قابلیت الهی برای انجام کارها. وقتی خدا، یعنی من با قوت خودم نمیتونم کارهای روحانی رو انجام بدم، و ما تو عهد عتیق میبینیم که بسیاری به خاطر اینکه آدمای مثلا پسرای الازر کاهن، مثلا خود برادر موسی، میبینیم که اینا تمامشون میگه از بین رفتن، چون یه آتشی رو که خدا نگفته بود آوردن، یه چیز نادرستی رو. پس کار خدا احتیاج به قابلیت الهی داره. شما نمیتونید با قوت انسانی و استعدادهای انسانی، مثلا صداتون خوبه، بیاید بگید من برم خدا رو پرستش کنم، چون که اینجا کنسرت نیست، بلکه اینجا باید خدا جلال بیاره. پس مس قابلیت الهی هست برای انجام کارها و نتیجهش جلال و بزرگی خداست. و در نتیجه میبینیم که انسان‌ها تحت تأثیر این مس شما میتونن ایمان بیارن و نجات بیابن. ولی آدم های دیگه میان، مثلا من تو بعض از کلیسا رفتم تو امریکا، اینا خیلی با استعداد هستن ولی مس ندارن. مثلا ما رفتم توی کلیسای اینا 100 نوع موزیک انجام میدادن، چقدر نمیدونم نمایش میدادن، همه هنرپیشه بودن، از هالیوود اومدن، ولی دل انسان لمس نمیشد. ولی یه جایی میبینی یه نفر میاد، یادم در هلند روز جوانان بود، در اونجا 40,000 نفر جوان اومده بودن از هلند، و یک نفر فقط برادر یاکوب، اسمش یاکوب بود، با یک گیتار. حالا این همه ارکستر هست، این همه بند موزیک هست در یک استادیوم، این فقط با یک گیتار خودش میخوان و همه گریه میکردن و توبه کردن، ایمان آوردن. پس مس یعنی قابلیتی که خدا میبخشه برای لمس قلب ها، برای اینکه مردم جلال و قوت خدا رو مشاهده کنن. پس وقتی شخص مس داره، وقتی سخن میگه، دل مردم لمس میشه، من میگم خدا با قلب اون صحبت کرد. ولی یه نفر مثل چرچیل هم سخنگوی بسیار خوبی هست، یا کسای دیگه هستن، ولی اون چیزی که باعث تغییر و تبدیل و آشکار شدن جلال خداست، نه با قدرت انسانی بلکه با قوتی که خدا به انسان بخشه، رو اونو میگم اون شخص مس داره. آمین. و چطور میشه این مس رو دریافت کرد؟ به قول پتروس میگه یک شخص اومد، جادوگری بود، در اعمال رسولان دید که وقتی پتروس دست میزنه به رسولان دیگه مردم از قبرس پر میشن، به اونا زر اومد، پول داد، گفت به منم این قدرت رو بدید که منم دستم، گفت زرت با تو علاق باد، چون که فکر کردی عطایای خدا رو با زر میشه به دست آورد. چیزی نیست که آدم بگه میتونه با پول خودش، بلکه کلام خدا میگه خدا چه راجعه اون را
مست کرد. میگه جدون در زمان قحطی انبارهای او پر بود و میرفت تمام چیزها رو از دشمن پنهان میکرد و برای همین فرشته خدا ما گفت ای مرد قوی رو. یا میبینیم که خداوند شمشون رو که میگه از کوچگی خودش وقف خداوند کرده بود و نظیره بود خدا مست کرد. پس ما میبینیم مست با یک پرداخت یک بهای روحانی هست، با یک تفاوتی هست که تو در زمانی که همه قحطی هست هیچ کس از کلام خدا پر نیست، تو پر هستی. وقتی که همه توی گناهان دارن زندگی میکنن، سازش میکنن، تو خودت رو تخصیص کردی و وقف خداوند ساختی. پس یک جایی تو داری یه اکسترا، با قول من یک مایل اضافه رو میری و نشون میدی به خداوند که تو برای من مهمتر از همه چیز هستی و من حاضرم این بها رو بدم ولی تو رو داشته باشم. و خدا وقتی نگاه میکنه و میگه از بعضی هستن در خانه خدا ظرف عزت و بعضی از آن ظرف ذلت. پس کسایی که خود رو تخصیص میکنن، کسایی که خود رو تقدیس میکنن و خودشون رو به خداوند تقدیم میکنن و میخوان خداوند بالاتری تو زندگیشون باشه، مسلماً خدا اونها رو مست میکنن و حاضرن که نه جون خودشون رو عزیز بدارن، بلکه میگن ما برای خدا مهمه. اونجا راست که خدا میگه من از تو استفاده میکنم. میگه وقتی که خداوند به اشعیا گفت که بابشیش گفت که چرا بفرستم، اشعیا گفت لبیک من رو بفرست. وقتی ما اون خواهش در دلمون هست که به جای انجام و رفتن به دنبال اهداف شخصی خودمون بگیم خدای من میخوام دنبال هدفهایی که تو میخوای برم، من میخوام زندگیمون به تو تقدیم کنم، خدا میگه منم به تو مثلا میدم. 100% عیسی مسیح گفت من به شما اقتدار میدم بالای تمام قدرت شیطان تو متی باب 10:1. پس عیسی اگر وقتی ما میخوایم رو خدمت کنیم بدون قدرت ما رو نمیفرسته، حتما ما رو مست میکنه تا به ما قوت میبخشه. آمین. حالا دیگه کم کم به آخره برنامه نزدیک میشیم، میخوام از این فرصت استفاده کنم. همونطوری که میدونیم تقریبا 4 روز دیگه میلاد مسیح هستش و ما این روز رو جشن میگیریم. میخوام پیشاپیش هم به شما هم به بیننده های عزیزمون بگم اول این روز رو و واقعا تشویق میکنم اگر جایی هستین که کلیسایی هست سعی کنین که به اونجا برین و با بقیه ایمانداران در این مشارکت این تولد رو جشن بگیرین و بیشتر فکر کنین به اینی که چرا عیسی مسیح به دنیا اومده و این هدف چی بوده. من فکر میکنم دور از اون زرق و برق و جشن و سرود خوندن و خیلی زمان خوبیه برای اینکه ما بیشتر در این جسم شدن خدا تفکر و تعمق بکنیم و چه زمان خوبیه برای اینکه کسایی که میخوان قلبشون رو به عیسی مسیح بدن یا عیسی مسیح رو بیشتر بشناسن. میخوام از شما خواهش کنم اگر پیامی داریم در این قسمت در مورد تولد عیسی مسیح و کریسمس برای ما بگید. پیام اصلی رو هیچ واعظی نداد، فرشتگان اومدن و به میگه به تمام شبانانی که در میگه دشت بودن و گله‌های خودشون شبانی میکردن اومدن این خبر رو دادن که اینک بشارت خوشی عظیم به شما میدیم، یک مژده خبر خوشی خیلی بزرگ که اینک برای شما نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد برای شما متولد شده. بزرگترین خبر اینه که انسان تمام زندگیش دنبال این رضایت و خوشی تو زندگیش میگرده و در 7 چیز اینو دنبال میکنه، یا در فکر میکنه به وسیله پول و ثروت و مال میتونه به خوشی برسه، یا فکر میکنه در لذت و شهوت هست میتونه به خوشی برسه، یا فکر میکنه در حکمت و دانش هست میتونه به این برسه، یا فکر میکنه در قدرت هست، یا در شهرت هست، یا در بی خدایی، یا در مذهب، و در هیچ کدوم از اینا آدم نمیتونه شادی حقیقی پیدا کنه. پس شادی حقیقی کجا پیدا میشه؟ و این خبر خوشی که فرشتگان دادن که اینک بشارت خوشی عظیم، در کلمه یونانی خوشی میشه خارا. کلمه خارا یعنی این که کاری که خدا برای شما میکنه و شادی که خدا میتونه در دل شما ایجاد کنه که به وسیله هیچ چیز دیگه به وجود نمیاد. پس عیسی مسیح روی صلیب رفت، توی عبرانیان 12 میگه به خاطر آن خوشی که پیش اون موضوع بود صلیب رو تحمل کرد. یعنی عیسی رفت روی صلیب به خاطر اینکه میخواست من و شما شاد باشیم
و حاضر شد تمام غم‌های ما رو بر خودش بگیره، گناهان ما رو بر خودش بگیره تا امروز ما بتونیم امتی شاد باشیم. مزمور میگه که او ماتم من رو به رقص تبدیل کرده. هللویا. خدا میخواد تمام غم‌های ما رو بگیره. میدونم الان تو شرایط سخت هستیم، تو کشورمون بسیار مشکلات هست، در افغانستان بسیار مشکلات هست. همه ما در حتی آسمون اینجا امریکا یا اروپا هیچ رنگش فرق نمیکنه، همه مردم برای خودشون مشکلات دارن، ولی این مژده خوشی عظیم هست که در مسیح ما میتونیم یک تجربه تازه داشته باشیم. و خدا میگه اگر گناهان شما مانند سرخ و میگه ارغوان باشد، میگه من مثل برف ما سفید میکنم. وقتی آدم اون آزادی از گناهان رو، از اسارت و بند رو بچشه، یک شادی عظیم در دلش ایجاد میشه. مسیح وقتی میرفت اشخاص رو، جالب هست که میگه برای اولین بار میگه به اونها میگه که برو که گناهانت آمرزده شد، میگه تمام یهودی ها سنگ برداشتن که او رو سنگسار کنن، چون هیچ کسی به دست خدا نمیتونه گناهان رو بیامرزه. و عیسی مسیح به خاطر الوهیتش که روح خدا و پوری خدا بود، این قدرت داره که بتونه ما رو از گناهان آزاد کنه، بخشش گناهان رو بده. و این مژده خوشی از این بیاد تو زندگی ما که خدا میخواد امروز من و شما در چنین روزهای شادی حقیقی رو بچشیم. اگرچه ممکنه گرداگرد ما مسائل و مشکلات بسیار باشه. میگن یک زیر دریایی تا وقتی که در زیر دریاست و دریا واردش نشده میتونه جلو بره، ولی وقتی که آب و دریا وارد زیر دریا شد دیگه دریا از بین میره. ما تا وقتی که در دنیا هستیم و اجازه ندیم گناهان دنیا، غم و غصه دنیا وارد ما بشه، ما میتونیم در این دنیا با شادی زندگی کنیم. ولی اگه ما هم خواستیم اجازه بدیم و گناه سازش کنیم، موقع هست ما هم غم و غصه و بدبختی وارد زندگی میشه. خیلی ممنون برای این برکت های عالی. بعد از عزیزانی هستن در ایران یا جاهای دیگه، حالا به ما پیام دادن که میخوان قلبشون رو به عیسی مسیح بدن، ولی کسی نیست که راهنماییشون بکنه و کلیسایی نیست که بهش وصل بشن. میخوام ازتون خواهش کنم که این عزیزان رو راهنمایی کنین که چطور میتونن اعلام رو به خداوند بکنن و عیسی مسیح رو به قلبشون دعوت کنن. همونطور که آدم وقتی میخواد ازدواج کنه میگن هیچ کسی دیگه نمیتونه به جای شما بله رو بگه، آدم باید خودش بله رو بگه و متعهد بشه به اون عشقی که در قلبش هست، در زبانش اقرار بشه. ما هم در رومیان باب 10 میگه ایمان به دل آورده میشود ولی به زبان اقرار میشه. پس برای اینکه ما نشون بدیم به چند چیز، یک به دنیا که ما متعلق به مسیح هستیم، دو به شیطان که ما دیگه تو رو متابعت نمی کنیم، سه به خداوند بگیم ما از این به بعد تو پادشاه زندگی ما هستی، و چهار به خودمون که ما شاگرد و ما پیرو مسیح هستیم، اعتراف ایمان رو باید انجام بدیم. و این توبه فقط یه چیز درونی نیست که در قلب ما باشه، بلکه باید به زبانم ابرار بشه. پس من میخوام اگر اجازه بدید با عزیزانمون میتونیم چند لحظه دعا کنیم، و اگه اونا دوست دارن با من میتونن بعد از من این دعا رو تکرار کنن. و در این روزهای مبارک که منجی بشر به جهان اومده، ما هم در قلب خودمون وارد کنیم و میخوام از امروز به بعد شادی و اون نجات خدا رو تجربه کنیم. آمین. خداوند شکرت میکنم که تو خدایی نیستی که دور باشی، بلکه در کلامت میفرمایی خداوند خدایی است که در تنگی ها فوراً یافت میشوند. شکرت میکنیم و دعا میکنم برای عزیزانی که امروز این برنامه رو خداوند رو دیدن و امروز میخوان خداوند تو رو در قلبشون داشته باشن. ما امروز میخوایم با همدیگه متحد بشیم و این دعای نجات و توبه رو با هم انجام بدیم. پس میتونیم با هم بگیم عیسی مسیح، تو رو به قلبم دعوت میکنم، از گناهانم توبه میکنم و از تو میطلبم که تو پادشاه زندگی من، سرور من باشی، منجی من، خداوند من، و از امروز به بعد سکان زندگی خود را به دستهای تو میسپارم و از تو دعوت میکنم ای روح القدس به من قوت ببخشی، مرا هدایت کن به جمعی راستی و مرا بگذار که شاگردی و فرزندی نیکو برای تو باشد. از تو میطلبم که به من قوت بدهی تا در این دنیای تاریک نور و نمک باشم، تا دیگران تو را در من ببینند و جلال تو آشکار شوند. به نام قدوس عیسی مسیح دعا میکنم.
آمین. آمین و آمین. خدا شکر. تبریک میگم به عزیزانی که در این دعا همراه شدن و امشب قلبشون رو به عیسی مسیح دادن. ایمان دارم همونقدری که ما خوشحال میشیم در آسمان هم طبق کلام خدا جشن هست وقتی که یک فرزندی برمیگرده به خانه پدر. خیلی خوشحال میشیم که برای ما بنویسین اگر که امشب قلبتون رو به عیسی مسیح دادین یا هر وقتی که این برنامه رو دیدین و این تصمیم رو گرفتین که خداوند عیسی مسیح رو به قلبتون دعوت کنین، این رو با ما در میون بذارین و اگر که لازم هست ما از نظر روحانی بهتون خدمت کنیم، حتما این کار رو خواهیم کرد. بعد ارامین عزیزم آخر میخوام ازتون خواهش کنم این جمله ما رو کامل کنیم. زندگی من با مسیح کامل شد. بدون مسیح مرده بودم، زنده شدم و واقعا در تمام این 40 سال خدا رو شکر میکنم که حتی یک ثانیه نشد پشیمون بشم از این تصمیمی که گرفتم. با وجود تمام سختی ها و تازه در مسیح زندگی من مفهوم پیدا کرد و کامل شد و واقعا من فکر میکنم آدم بدون مسیح چطور میتونه زندگی کنه، چون که اینقدر فشارها و مشکلات و اینقدر در دنیای زندگی میکنیم که بی محبتی هست، بی وفایی هست، سختی و مشکلات هست، ولی تنها در مسیح هست که معنا و مفهوم زندگی برای ما آشکار میشه و خدا رو شکر میکنم برای اینکه من تونستم به این زندگی من با مسیح کامل بشه و شکر بدم. هللویا. مرسی واقعا از صمیم قلب ازتون تشکر میکنم که این وقت رو به ما دادین، همونطور که در جمع خانواده عزیزتون هستین، ولی این فرصت رو به ما دادین که ما هم ازتون برکت بگیریم تو این روزها. میخوام بگم اینجا به عزیزانی که در ایران یا جای مختلف دنیا هستین و نیاز به کتاب مقدس دارین، به ما پیام بدین هر جایی که باشین، ما این کلام رو به دست شما میرسونیم. همونطور که برادر رامین هم گفتن، خوندن این کلام خودش یه راهی هستش که خدا به قلب، یه راهی هست که شما باز میکنین تا خدا به قلب شما وارد بشه و شخصا با شما هم ملاقات بکنه. همونطور که در جریان هم هستین، تیم دعایی هستش در کلیسای آلفا اومگا هامبورگ که مدتی خدمت جدیدی رو شروع کرده، از طریق تلفن، از طریق واتساپ و از طریق ایمیل در خدمت عزیزان هستن. خوشحال میشم که اگر دوست دارین دعوتشون کنین، اگر مشکلی دارین که دوست دارین دعا بشه، میتونین با این عزیزان تماس بگیرین. و همینطور یه اعلام دیگه، فردا شب قسمت 4 برنامه الف و یا که در کلیسای آلفا اومگا هامبورگ تهیه شده، از طریق یوتیوب نمایش داده میشه که خصوصا در مورد کریسمس و معنی کریسمس هستش که برای ما مسیحی‌ها چه معنی داره این کریسمس. و تشویقتون میکنم که فردا شب ساعت 8 همراه ما باشیم در یوتیوب. آدرس ها و اعلان های برنامه ها حتما در استوری ها و پست های اینستاگرام ما هم قرار داده میشه. بعد رامین عزیز، من خیلی خوشحال شدم که این افتخار به خانواده عزیزتون سلام برسونین و افتخار عالی داشته باشین. من خواستم تشکر کنم از این فرصتی که به من دادید. برای عزیزانم دعای برکت میکنم و امیدوارم که همه ما در مسیح بتونیم به عمق و عرض و طول محبت خدا پی ببریم که خداوند خدایی هست که ما رو هرگز فراموش نمیکنه و در این ایام میخواد ما رو برکت بده. خدا هم با شما باشه. برکت خدا برای برنامه خوبتون من. خواهش میکنم. مرسی از شما عزیزان. وقتتون بخیر باشه. ایام شادی رو داشته باشین در کنار عزیزانتون. خدا نگهدار. در دست خدا من باشین. آمین. آمین.